بیاوری. بچه ها موزی که امروز میخواییم ساکت بابا بزر داره صدا میکنه. خب بزر در حرف زدن تو بده من یک موضوعی که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم یه سوالیه که خیلی از بچه هایی که ما رو از دور میبینن براشون همیشه سواله. میگن اینایی که اهل طبیعت گردی هن و معمولا در ماه دیگه دوبار سفر رو میرن، هزینه های سفرشون چقدره؟ اینا ارزونه براشون که اینقدر دارن سفر میکنن؟ اینکه حالا یه پروسه اولیه میان یه ماشینی رو میخرن، همه اینا رو فاکتور میگیریم فعلا. خب اینکه خود سفرشون به نسبت سفر آدمای معمولی که معمولا باید برن یه ویلا اجاره بکنن، یه جایی رو مثلا بلاخ برن توی شهری یه سری خدماتی رو بگیرن، آیا قابل مقایسه هست؟ برای ماها چقدر در میاد؟ میخوایم در مورد این موضوع خیلی خودمونی صحبت بکنیم، یعنی بیایم مثلا بداهه به قسمت‌های مختلفش بپردازیم، حتی برگردیم به اون قسمت‌هایی هم که ممکنه مثلا ماشین ما خراب بشه یا مثلا یه سفری هزینه بندازه. من خودم شروع میکنم، نوبتی هم نیست، هر کسی که هر کجای این بحث دوست وارد بشه شروع بکنه نظرشو بگه. حالا اون موقع فقط این میکروفونه رو به خاطر اینکه صداشو بهتر داشته باشیم دست به دست میکنیم بهش میرسیم. من شروع میکنم. بچه ها چرا اینو میگفتم که سفرهای ما دست خودمونه واقعا که بخوایم چقدر هزینش تموم بشه. ممکنه مثلا بخوایم یه تنوعی بدیم، حالا مثلا یکی دو تا وعده خاصی که نرمال نیست توی وعده‌های خونمون من معمول نیست تا مثلا بریم رو طبیعت بخوریم، اما نه میتونیم هم همون چیزی که تو خونمون میخوریم و بیاریم تو طبیعت، چه بسا که لذت بیشتری هم میده. همتون احتمالاً تجربه کردین دیگه، اون قرمه سبزی که توی فضای چهار دیواری خونتون میخورین و اون قرمه سبزی که میایین توی طبیعت با یه آب و هوای خیلی قشنگ میخورین، یه دنیا فرقشه واقعا. پس اون غذا معمولی هم تو طبیعت یه مزه دیگه ایو میده. حالا همه شروع بکنیم در این موضوع، در این چی میگن این حوزه نظرامون رو بگیم. بذار از اون برم اینو شروع بکنم که از حسین داره قشنگ نگاه میکنه، هر جو باشم حسین بیشتره. البته به تعداد خونه بادم هست به تعداد دغدغه هاتون هم بگیم زمان. مثلا بگیم که چه دغدغه هایی توی این سفرهای طبیعت گردی هم ممکن داشته باشیم. خب ببینید دوستان، سفری که حالا ما میایم خیلی راحت میتونیم دقیقاً همونجوری که آقای آتمی کیا گفتن، همون چیزی که تو خونه میخوریم میتونیم بیایم بیرون هم استفاده بکنیم و به قول معروف بخوریم. من فکر نمیکنم هزینه‌اش چندان فرقی داشته باشه، فقط اون همت جمع شدن و سفر رفتنه یه مقداری شاید خیلی ها نداشته باشن، و اگر نه هزینه ای حسین به چشم میاد به نظر تو هزینه های زندگی، هزینه های سفرمون؟ ببین تنها هزینه ای که به سفر ما اضافه میشه من فکر میکنم، یعنی خودم شخصا فکر میکنم، خرج بنزین ماشین باشه. استهلاک ماشینه که خب همه دارن، همه حالا چه با سواری بالاخره مسافرت میرن، بیلا اجاره میکنن، تفریح میکنن. ما خب ماشینمون یه مقدار خاص‌تره و هزینه اجاره جا نمیدیم به دلیل اینکه لوازممون کامل تره. تو بحث خورد و خوراک بیشتر سعی میکنیم همون خورد و خوراکی که حالا خونه داریم تهیه میکنیم میخوریم اینجا هم به همون صورت باشه. تنها سختی این قضیه اینه که اون هماهنگی و مچ شدن بین بچه‌ها و گروه به نظر من مهمترین اصل داستانه. و اینکه یه مطلب دیگه هم هستش که خیلی از اهمیته، اونم اینه که ببین وقتی شما با یه همسفری میایید توی طبیعت و اون شرایط نگهداری از طبیعت رو نمیدونه، این برای شخص من خیلی آزاردهنده است. من بابا اینکه مثلا میان حالا به هر دلیلی رو جایی که نباید برن با ماشین تردد میکنن، زباله میریزن، موسیقی رو زیاد میکنن تو فضایی که حالا ممکنه که حیوانا یا اطرافیان آسیب ببینن، این قضیه واقعا دغدغه منه که توی این سفرها حالا با دوستانی که میرم و شناختی بهشون ندارم، حالا تو جمع دوستانه که خب خیلی ها رعایت میکنن و شرایط رو میدونن، ولی توی حالا گروهی میریم بعضی وقتا هر از روی این مسئله هستش که واقعا آزاردهنده. حالا حوزه خیلی از بحثمون دور نشیم، به نظر تو حدودا یه خانواده چهار نفره مثل خودت و یه سفر همچیزی به نظر یه عدد خیلی حالا تو ذهنی یا نمیخوام دقیق بگیم، چقدر مثلا به نظر این دور نیسته برای هزینه میمونده؟ ببینید ما توی این سفرمون تقریبا دو وعده نهار داریم، دو وعده شام و دو وعده صبحانه.
میانگین با خریدی که من انجام دادم فکر نمی‌کنم بیشتر از 2 تومن هزینه داشته باشه برای 4 نفر. این و اگر این غذا رو هم بخوایم خونه تهیه بکنیم دقیقاً رو همین مبالغ تقریبا میشه. خیلی عالی. بوسه، تو هم نظرتون رو بگو. سلام علیکم. ما دقیقاً حرف حسام آقا هم درسته. ما از اونجایی که سفرامون یه جورایی معتاد شدیم به سفرهای کمپی، سفرامون که خیلی زیاد شده سعی میکنیم دقیقاً همین کار بکنیم. وعده‌هامون همون وعده خونه باشه. اگر نه بخوایم هر هفته مثلا شاید بخوایم هر هفته هم استیک بگیری بیاری و اینجور غذاها هم سخت کشن هم اصلا از سفر بیفتیم. ما هم دقیقا همون کار میکنیم. وعده هامون الان مثلا وعده هامون اکثرا وعده های خونه هست. حالا چه میدونم به قول شما یه همبرگریه که مثلا شب بزنیم. این سفرها نسبت به سفر ما چون با دلارام اومد این سفرهای هم هتلی هم کمپیمون زیاده، یعنی ترکیبی بیشتر. تو یه تفاوتی داری با بچه های دیگه، یکی که هم کارمندی یه درآمد ثابتی داری که خب باید ما اونو مثلا شدش بکنی مدیریتشون، هم هر دو مدل سفر رو تقریبا تو داری انجام میدی. یعنی هی با یه سری از اقوام و دوستان و خانواده سفرهای معمولی میدی، سفرهای میتونه همه معمولی یه سری داری حضیت کردی. چقدر اختلاف قیمت تجربه کرد؟ ببین من دقیقا مثلا هفته پیش سفر هتلی بود. به نظر من با اینکه شاید اصلا فکر کنم بعضی بکنم سفر کمپی و چه میدونم آفرودی هزینه های اولیه‌اش که زیاده، ماشین خریدن و تجهیز کردن و اینا، وقتی انجام دادی دوستی و منطقی هم خرید جمع شد اصلا قابل مقایسه با سفر هتلی و رستوران رفتن و اینا نیست. میتونی عدد بگی به ما؟ من فکر کنم هفته پیش هیچ خریدی نکردم، 3 روز 10 تومن خرجم شد. تازه هتلش هم خودم ندادم، ولی به قول حسین آقا فکر کنم 2 تومن 2500 خریده این تعداد خرید 6 بعد غذای میشد. خیلی ارزش گذاشتید. دقیقاً. یه فقط هزینه چه می‌دونم هر 3 ماه یه بار یه سرویس ماشین و این لوازم ماشین همین یه چیز خاصی داره. خیلی عالی. مشتاق بودم این ولی میچرخه تو هم بگو. بعد من از آقایون میپرسم با خانم‌ها کار دارم و بحثش جداست. خانم مقدم تره. نه خب بحث خانم جدی تره. همون چیزایی که دبل حسین ها گفتن دقیقا من تکرار نمی کنم. ولی خب من اوایلی که این سفر افتادی شروع کردم خیلی خرید می کردم، مثلا هزینه های خیلی زیادی. الان که حالا به قول خودت که مثلا ماهی 2 تا سفر رو از دقل بیان دیگه خیلی کمتر کردم، چون به خاطر اینکه اون خریدای اضافه رو همه رو من برمیگردوندم خونه. دقیقاً به مورد خیلی قشنگی بچه اشاره کرد. توی اینجور سفرها عین خونه‌تون میمونه دیگه. دیدیم مثلا تو کابینت خونه یه سری مواد اولیه می‌ذارین. دقیقاً. همون رو ممکنه همشو مصرف نکنی. برتون می‌خوام یه پیش اومده دیگه. خیلی زیاد. یعنی اون مقداری که مازاد میمونه رو بخواید برمی‌دارید. دقیقاً. دیگه برمیگرده خونه و حالا تو خونه استفاده میشه دیگه. الان برای سفرها دیگه نه، خیلی به اندازه. حالا مثلا برای همین سفر مثلا بعدای تو خورشای هانی مثلا گرفتیم، بخوام آماده است هم خیلی راحته. حالا یه برگر هم که مثلا ما شب اول همیشه داریم. و اینکه حالا بحث هزینه‌های ماشین هم که به هر حال تنها چیزی که تفاوت داره بحث هزینه‌های ماشین ما داریم. مثلا حالا توی این سفر یا مثلا سفر کبیر اینا میریم اینا هزینه های جلوبندی و حالا داستان های دیگه هم داره. یعنی من خودم این هزینه ها رو در ما دارم همیشه. وگرنه به نظر من سفر های هتلی و مثلا مثلا بخوایی بری ویلا شمال بگیری اینا خیلی ارزون تر درده. اینا همین هولوش 2 تومن و اینا رو تا دارم با آره تازه باز هم یه بخشی باز هم اضافه میده که برگشت بخوره خونه، ولی باز همش کلا تو همین هولو میشه. خب بریم سراغ صابری. دقیقا میکروفون رو به صابر میدی. چرا تنقل همون تنقلات شما خیلی چیزا اصلا نیاز نیست بخری.
بخریم. اونا نیاز نیست. یعنی در کل خیلی چیزا برگردونده میشه و نیاز نیست. و چون که خریدی میای میگی مثلا من شاید 1 کیلو یا 800 گرم یا 1 کیلو جوجه برای ما 4 نفر کافی باشه. اما خب میگیم خب به خاطر اینکه داریم میریم سفر و کم نیاد و اگر حالا فرضاً یه تعارفی بکنیم میریم 2 کیلو میخریم. این اگر بخوام اون 1 کیلو رو در نظر بگیم دقیقاً رو هم 2 تا 2 نیم میچرخه. حالا صبر تو تجربه خودت به ما بگو. ببین ما تو گفتیم ما بیشتر در میاد. چیکار می‌کنیم بیشتر در میاد؟ ما 4 نفریم. و به نسبت بچه ها خب بچه ها بالاخره هزینه شون یه مقدار بیشتره تو سفر، تنقلاتی که میخورن و تنقلاتی که میگیرن. ما سفر روتین معمولی هم داریم مثلا هتلی موتلی. بله. خب چقدر میتونیم با مقایسهش بکنیم؟ یه نظری که دارم سفرهایی که اینجوری دوستانه میان دوستان جدید که پیدا میشه این خیلی اصلا الله حتی هزینه و اینا رو بذاریم کنار، دوستای جدید، رفیقای جدید، همین باعث میشه که اصلا ببخشید نمیگم هزینه ای که میکنی همونجا در میاد. خیلی اتفاقات افتاده مثلا ما بچه ها میشینیم دور هم، شما کارت چیه، من کارم اینه، اون کارش اینه، میبینید توی همینجا یه بده بستونی هم میشه از تمام هزینه های یه ماه در میاد، سود میکنه برمیگرده. دقیقا مشتبه هم همین جوریه. من منتظر بودم بگیرم در و پنجره اگه هزینه افتادیم و بسید دو سال در درست میگه. واقعا یه سری بعضی موقع اتفاقات بیزینسی پیش میاد، طرف واقعا توی سفرش باید میشه که حتی رونق بگیره کسب و کاره که خود معرفی بشه. یه روز به دام قدیما تو دوره همیا و اون معارفه ها مثلا طرف میگه من ناخون کارم یهو رفیق میشد همه مثلا میرفتن سالن اون یهو. خب خیلی اون همه خانم میگن 50 تا خانم یهو اضافه میشدن به سالن طرف، خیلی تاثیرگذاره. حالا تو مردم میتونه اتفاقات مثلا مختلفی باشه اینجوری. پس اینجوری هم ممکنه. بله 100%. بعد این اتفاقیه که من همیشه به کارگرا میگم شما میتونی تخموقی که خونه میخوای جمعه بخوری دست بچه ها تو بگی ببر جاده چالوس اونجا بخور ببین فرقش چیه، هزینه هم نکردی، فقط شاید 10 لیتر بنزین و هزینه هات اضافی شده. این به نظر من این جمعی که میشیم این به عمرمون این عمرمونه، وگرنه غیرش دیگه توی عمرمون حساب نمیشه. خیلی عالی وحید. تو از تجربه خودت بگو و میدونم تو توی بیزینس دیگه ای هم هستی. بله. تو کار بگو خودت قشنگ کار تو، من اشتباه نگم. استارتاپ جدیدی که راه انداختیم رزرو آنلاین اقامتگاه. یه جورایی تو نرخ معمول الان چیزا دست دیگه. بله. اون بله. سفره دیگه. خیلی بیشتر از یه جوری کاملا دست. خب میتونی تو همون سفر مثلا دو روزه مثال بزنی تو از چه قیمت تا چه قیمت های مثلا میشه هزینه؟ ببین واسه آخر هفته با توجه که سفرمون معمولا آخر هفته است و بالاترین قیمت اقامتگاه هم آخر هفته ها هستن، الان یه ویلای معمولی بخوای بگیری واسه مثلا دو نفر چهار نفر واسه آخر هفته، حالا نخوای خیلی استخدار و خیلی لاکچری هم باشه، 1800 1900 بخوای دیگه استخ داشته باشه، چهار تا امکانات هم داشته باشه. نه شبی شب که مثلا دو شبش در میاد مثلا 4 تا هم 5 تا هم تعداد نفرات. آره معمولا میذارن رو پایه مثلا دو نفر یا چهار نفر، بعد هر نفر اضافه مثلا 500 هزار تومان اضافه میشه. ولی مثلا برای جمع 7 8 نفره بخوان آخر هفته دو شب ویلا بگیرن رو 10 تومان 11 تومان باید حساب بکنن. یکی این. بعد یه چیز دیگر میخواستم بگم که صحبت کردن یکی دو تا از بچه ها که یه هزینه اولیه ما داریم برای خرید ماشین و لوازم و حالا هزینه های دیگه. ببین ما حالا من خودم میگم ما لوازمونو در طول زمان خریدیم، یعنی مثلا در طی 10 سال ما لوازمو خریدیم، یک جا نرفتیم مثلا 2 میلیارد تومان بدیم لوازم بخریم. و از اون طرف ما مبلمان خونمون همون مبلمانیه که ازدواج کرده بودیم، یخچالمون همون یخچاله، برعکس کسایی که سال به سال مبل عوض میکنن یخچال عوض میکنن، ما اون هزینه ها رو نداریم، به جاش تجهیزات میگیریم
به جاش به ماشینمون رسیدگی میکنیم، به جاش سفری که میخوایم بریم ویلا اجاره بکنیم و هزینه اونجوری کنیم ما نداریم. یعنی من میخوام مقایسه بکنم، خب یه حالی جدا از اینه، یه قشری هستن که شاید واقعا حتی سفرهای خیلی معمولی هم نمیتونن برن. حالا ما راجع به قشری صحبت میکنیم که به قول شما ویلا اجاره میکنن، آخر هفته شمال میرن. اون قشر رو بخوایم مقایسه بکنیم با سفر آفرودی، قطعا سفر طبیعت گری آفرودی، چیزی که من خودم دارم میبینم، شما دوستایی هم داریم که با هم دیگه ویلا میگیریم میریم کردان، میریم شمال، میریم غرب، این سفرها هزینهش کمتره. یعنی ما خودمون، چون ما خودم تقریبا خونه وعده‌ای که تو خونه میخوریم و معمولا استفاده میکنیم، ما دو نفرمون یه سفر دو شبه شاید هلوش 800 تومن 900 تومن تقریبا هزینه‌مون بشه. حالا با بنزین شما بخوای حساب کنی 1200 1300 و ماشین هم معمولا خرج خیلی خاصی ماشین نداره، همون چیزایی که به مرور گرفتی، سرویسایی که سواری هم تو شهر بخوای بری بیای به خاطر سال یه بار باید سرویسش بکنی دیگه. بعد تجهیزاتمون هم میگم ما به مرور تجهیزاتو خریدیم، شاید الان خیلی تجهیزات داریم ولی 10 سال 12 سال این تجهیزاتو خریدیم، آره یه دفعه نرفتیم هزینه سنگین بکنیم. اینه که من فکر می‌کنم اینجور برای هم اقتصادی تره، همین که برای ماها حداقل یه لذتی داره که اون سفرهای اجاره کردنی و هتلی نداره. خب بده من یه سوال جذاب از مسعود بپرسم. آقا من مصاحبه نمی‌کنم. مسعود سوال خیلی چالشی، خیلی چالشی میخوام بپرسم. پس با حساب صحبت‌های بچه‌ها همه دارن میگن سفرهای این چنینی ارزون‌تر داره تموم میشه. خب به نظر تو وقتی سفرت ارزون تموم میشه چقدر میتونی بیشتر سفر بری؟ من میگم که تقریبا پایه همه سفرها هست، میخوام بدونم به خاطر این ارزونی جواب خیالی شدیم. نه اگه واقعا گرون بود، مثلا مثال میگم الان من تو طول تور علی اسکروچی الان چنده؟ خیلی هفت شما هست. اگه همچین بستری فراهم نبود، یعنی اصلا قانونی بود که آقا بدون تورش که حق نداره سفر بره، خب میرفتی هر چنان هر هفته سفر؟ ببین هر هفته نمیرفتم، ولی من قبل از اینکه با شما سفر بیام با علی اسکروچی رفتم، با چند تا از آره رفتم. ولی حالا بحث هزینه‌اش یه طرف، ولی وقتی تو با یه گروهی میری تنهایی، کسی آشنا نیست، حالا هر چقدرم لاکچری میز بشین اینا زیاد حال نمیده. یکی از دلایلی که من مثلا با شما میام یا با بقیه دوستان، اصلا خود جمع دوستانمون، ولی خب به هر حال هزینه هم 100% توش دخیله دیگه. مثلا الان دقیقا همین صحبت هایی که بچه ها میکردن، 2 تومن 3 تومن 1 تومن هم شده مثلا یه روزه رفته باشید، بالاخره خیلی تاثیرگذاره که بیشتر بتونی بیای سفر تا اینکه مثلا یه سفر لاکچری بری، آشنا هم نداشته باشی، بشین یه جا فقط بخور، بعد مثلا نفری 8 تومن هم بدی بیا. خب قطعا به صرفه اینه که با دوستات بری دیگه. بعد مثلا ببین ما تو چند تا سفره میبینیم ماشین داری دود میکنه، خب بزرگ یه چی از یه هزینه‌ای که به داره تحمیل میشه دیگه، بالاخره وقتی ماشین دود میکنه چیز میشه. میخوام از این زاویه هم بگی، مثلا همین سفرهای ما که خیلی ارزونه، خیلی چیزی نیست، وقتی یه اینجوری هزینه موتور میخوره به نظرت باید چقدر آدم تیار بشه؟ ببین بستگی به ماشین، بستگی به ماشین داره. بذار ماشین خوده من فکر کنم مثلا یه نزدیک 200 تومانی هزینه داشته باشه که بخوای سر حالش بکنی، ولی این اتفاق تو چند سالیه بار ممکنه بیفته واسه یه ماشین همون دیگه. شاید مثلا 200 تومن باز بسته به ماشینه، 200 تومن خرجش بکنی 10 سال ازش. آخه اتفاقی واسه ماشین مسعود میفته تقریبا جزء مثلا اتفاقات خیلی از نرمال به بالاتر. ما وقتی یه نیمورمال برمی عوض کنیم مثلا یه عزیزی زیادی بکنیم واسه ترمیم دو بزرگه، ولی واقعا اگه نگاه بکنیم خب این هزینه مال یه سالش میگیم، ممکنه چند سال کار بکنم از مثلا 10 سال دیگه کار کنم. آخه تو شهر هم این اتفاق میفته، الان تعمیرگاه ها بریم، من ماشین شهری که شاتون زدم پیاده کردن الزامن مرد آباد نیست. ببینی آخه این هزینه ها رو همه دارن. الان مثلا نمونهش خود شما رفتی یه ماشین خریدی کردستان به 800
حالا من نمیدونم چقدر هزینه کردی، ولی فکر کنم الان نزدیک همون 200 تومانی که من خرج کردم رو هم خرج کردی. ولی خوب مال من یه دفعه فشار میاد، ولی مال تو بیا چرخش یه بار در رفته. بعد همه دوستان توی پیج همه هم دیدن از اول چرخش در رفته، بعد رو یاد میخواد. بعد الان حالا من بهش نمیگم دودم میکنه، حالا اگه لاستیکش هم لاستیکش هم بالا پای میره. بعد الان کمک 950 دیگه بعدتر. بعد الان کمک فنرش تازه عوض کرده، بله هزینه زیاده، ولی خب یکی یه موقع یه دفعه تحمیل میشه، یکی یواش یواش خورخورد نمیفهمه که آفرین دقیقا همون هزینه رو کرده ولی کم. مثل یه قورباغه رو مثلا بندازی توی آب جوش یه دفعه، من یه دفعه میشم، ولی تو یواش یواش زیره باشم. یعنی دردمون یکیه. بده به نیلوفر بزنم. من چیکار داری؟ پس برو پشت میگوشم نیلوفر. پشم تجربه سفر چیز هم داشتی مسلما؟ سفرهای همون هتلی اینا؟ نه. توی اونجور سفرها خب معمولا آدم یه هزینه میکنه وقت رستوران و اینا، به خودش خیلی سخت نمیگذرونه دیگه، خیلی راحت تر مثلا لذت میبره از خدماتی که تو اون سفرها وجود داره. اما توی کمپ هایش رستورانی وجود نداره دیگه، عملا باید خودمون درست بکنیم و اینا. میخوام از اون بگی لذت سختیه بالاخره. این طبیعت هم مثل آشپزخونه خونه آدم نیست، شرایط آب و هوایی مختلف داره. یه خود از این برامون بگو. خیلی به شخصیت آدم ها بستگی داره. من خودم یه به نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم خیلی به شخصیت آدم ها بستگی داره. من خودم به شخصه یه خوردادی تنب و طلبم و همه جور سفر رو دوست دارم. یعنی اون هتلیه رو میرم دوست دارم، این کمپیه رو دوست دارم، هر کدوم برام یه جوری لذت داره. ولی هر چی داریم بیشتر سفر کمپ و آفرود میریم، این انگار بیشتر یه جورایی اعتیاد به چالش و سختی پیدا کردم. یعنی دیگه سفر یه چالش نداشته باشه اصلا حال نمیده به نظرم. ببین یه مقدار که علاقه هست، مثلا من واقعا علاقه داشتم. من یه زمانی ورزش می‌کردم، پشت سمندم و تخت خواب درست کرده بودم با مثلا به عنوان کمپر استفاده می‌کردم. یعنی این یه چیزیه که شاید توی خونم توی ذاتم بوده. این خیلی هستن دوست ندارم واقعا، میاد مثلا الان ببین چه بادی داره میاد، خیلی هستن اذیت میشن. یا آقا من همون املتی که شما میگه اینجا حال میده، میگه من تو خونم بیشتر حال میکنم. این چیه توی این بار؟ یه مقداری هم بعد به هر حال بعد ببینیم که ذائقه های آدم ها آره. خلاصه میگم من خودم به شخصه الان دیدی که فیلیک زدم بریم مغولستان و اینا، شاید ما با همون پول مثلا بتونیم بریم یه سفری که بریم هتل لاکچری فلان با هواپیما بچه هم میگم بریم. نه اصلا واقعا من تنم میخواره واسه همون دردسرش، واقعا دنبال همون دردسرم و واقعا هم از آشپزی تو طبیعت لذت میبرم. من خودم خیلی دوست دارم هر دفعه یه جوری سعی کنم برنامه بریزم که غذاهای مختلف درست کنم تو هر سفری، تنوع داشته باشه. خیلی عالی. بده بهار. بهار تو از تجربت تو چیز جواب بگو که همین بحث این که تو هلوهوش همین بحث هزینه، حالا بخوام خیلی سوال تخصصی نپرسم سخت کنم کار بچه ها، نظر تو بگو که اینجور سفرها به نظر تو به نسبت سختی هاش اینا ارزشمند هست از دوباره دوست؟ من فکر میکنم که حالا دقیقا بچه ها درست گفتن، این یه جور سبک زندگیه. یعنی آفرود رفتن خیلی ها قبول نمی کنم. من مثلا به خیلی از دوستام که میگم ما میریم حالا یه همچین بادی میاد، سرده، گرمه، دیشب ما یخ کردیم. من فکر کنم 46 تا لباس پوشیده بودم ولی یخ کردیم تا صبح. همون هم دوست دارم. یعنی باز اگه هفته دیگه هم باشه میام، هفته بعدش هم باشه میام. توی تمام این سالا هم رفتم، چه سرد بوده چه گرم بوده، اصلا خیلی هم اذیت شدیم. این توی نبودی که بزنم همه چیز خیلی راحت بوده، خیلی اذیت بوده. همون چالش خیلی خوبه. و اینکه برای من شخص من بخش غذاش، یعنی کمترین اهمیت تو سفر بخش غذا داره. یعنی شما فکر کن اگر تو هر وعدش من نون پنیر بخورم، برای من کوچکترین اهمیت نداره.
از آشپزی متنفرم ولی توی طبیعت رو دوست دارم آشپزی کنم. حالا من تو یه چیزی هم اضافه بکنم به صحبت بهار. بهار و وحید از اون خانواده‌هایی بودن که از محیط شهری فرار می‌کنن، سبک کارشون رو یه جوری تغییر میدن، میرن یه جای خیلی خوش آب و هوا که مثلا نشون دهنده اینه که با از همه اون دغدغه‌های شهری اینجوری الان من چند سال شده؟ یه سال شد دیگه. یک سال و سه ماه سال زندگی شهری قبل. خیلی فرق. من عاشق تهرانم. هنوزم میگم عاشق تهرانم، عاشق شلوغیشم، ولی اصلا یه آرامشی اون ور داره که نه استرس داری، نه دلواره داری، نه نگران خونه ای، نه نگران هزینه هاتی. انگار همه چی دقیقاً تحت کنترلته. تو تهران واقعاً اینطوری نیست. این همه سال تو تهران هیچ وقت نمیشه فکر نمی‌کنم کسی بیا بگه که من احساس می‌کنم تمام روزای هفتم تحت کنترلمه. ولی از وقتی ما رفتیم شمال، یعنی ساعت به ساعتش دقیقاً تحت کنترل، میتونیم تصمیم بگیریم آیا دوست داریم تو این خونه‌ای که الان هستیم که ویلای خیلی هم خوشگله بمونیم، صاحبونمون دوست داره به ما بمونیم نمونیم، یعنی ما تصمیم میگیریم واسه اینکه اونجا بمونیم یا نه. این خیلی خوبه که آدم بتونه تحت کنترل که گفت آره. صحبت خوبیه. شاید ما طبیعت هم که میایم به خاطر اینکه همه چیز تحت کنترلمونه، دوست داریم اینجا کم کنیم، دوست داریم میریم اونجا. آره دقیقاً. غذا اینو بخوریم اونو بخوریم، آره بخوای بری هتل جایی شاید یکی از چیزای آره هتل بخوای برید بهت مثلا یه منو میارن تو بعد از، ولی اینجا تو انتخاب میکنی. من دلم میخواد تمام وعدامو نونپنی بخورم برای اینکه وای نسم پای گاز، برای اینکه فقط بشینم لذت ببرم با دوستام حرف بزنم. و اینجور این از نظر من این سفرهای آفرودی اصلا هیچیش مهم نیست، فقط اون جمع دوستانه، اینکه اون تایم بعد از ظهر ظهرش میشینیم دور هم با هم حرف میزنیم، میگیم، میخندیم، یه حال برنامه داریم، دور هم هستیم، اون دور همیه و همه چیش میارزه. حالا ما کارمون چون الان این استارتاپه یه خورده سخت شده شرایط، تابستون ها و مثلا از بهار و تابستون خیلی نمیتونیم بیان، وگرنه ما مرتب هر هفته دو هفته یه بار میرفتیم این برنامه، ولی الان اون حالا یه خورده شرایط و خیلیم از بابت ناراحتی ما که این شرایط. آره دقیقاً. بعد تمام این مدت اصلا منوعی احساس کردم یه چیزی کمه. درسته حالمون تو این شرایط این خونه این شرایط جدیدمون خوبه، ولی یه چیزی این وسط کمه و واقعا اون آفروده بود، این فاصله نمیتونستیم بیاد. حالا الان که حالا یه خورده سرمون خلوت شده باز بهتر میتونیم بیاد و الان من دارم کیف میکنم. خیلی عالی. به من اسم چه درستی فهموش شیوا. شیوا خانم چی میخوام از چیز شما بزنم به من بگو. یه سری از خانوما میگن که تو سفرهای معمولی با دو تا بچه داشتن مثلا تو اون سفر رو هندل کردن خیلی آسون تره. از تجربت با دو تا بچه تربیت بگو. چند سال الان تربیت کردی میکنی؟ فکر میکنم نزدیک 10 سال باشه. خب پس در اصل بچه ها خیلی کوچیکترم بودن. شما تو اون شرایط سخت. خب از تجربتون بگو. خب من پسرام عادت کردن از همون بچگی که اومدن. خب یکی از دغدغه اصلی مادرها این دستشویی رفتار بچه هاست. اکثر خانمایی که مثلا باشو صحبت کنم که خب شما چه جوری میرید دستشویی رو چی کار میکنید، یا به خود خیلی راحته شما سخت میگیرید و اینکه هفته بای کمپ رفتید مادرم و زدادشم هم برداشم بردم. بعد نه اولی بارشون بعد کبیرم بردیم. خیلی چالشی و چیزم بودش. هی به من میگفتن سختشی با ما میریم اونجا اذیت میشیم. من گفتم به خدا اذیت نمیشیم بیاین. بعد آخرش که رفتیم یه جایی حالت رم نوردی بودش و اینا گفتم ما خواهی بریم دستشویی دیگه، بریم یه جا دستشویی. بعد رفتن اومدم و گفتن چقدر دستشویی تو طبیعت راحت‌تر از اون دستشویی بودش که اونجا ما استفاده میکردیم. بعد من بچه‌ها یعنی با این اگه علاقه من باشیم به این موضوع ترا خوش کرده به فرد بچه. آره اصلا هیچ سختی نداره، یعنی بچه‌ها قشنگ خودشون رو هندل میکنن، هیچ مشکلی خود بچه‌ها هم اذیت بکنن چیز نمیکنن، انتقاد نمیکنن از اینکه ما الان تو شهر دادا بچه‌ها نه اصلا خودشون استقبال میکنن، یعنی همش منتظرن که باباشون فرمان بده که فلان ساعت فلان روز مثلا بریم بیرون. خیلی دوست دارن. آره خیلی دوست دارن. ما پارسا بچه یعنی چند ماهش بود بردیمش؟ 40 روزش بود ما شروع کردیم دیگه پارسا رو بردن. اونم برف بود
آره از به خاطر همین دیگه آده همراه شدن خودشون چه آفروده دیگه آره هر کدومشون میدونن کارشون چیه کار چه کاری رو باید انجام بدن آره همراه هن همراه خوبی هن بدین خانم سلیمی من یه خاطره خیلی خوب دارم از خانم سلیمی روز اولین سفرهایی که قسمت شد با شما هم سفر شدیم اون سفر طبس بود بله اسم دخترتون رو فراموش کردم بارانا چند سالش بود؟ تقریبا 4 ماه بود دیگه 4 ماه بچه نوزاد 4 ماه فکر کنم خیلی حرفه من خیلی گرده کوچولو بود دیگه بله حتی در شرایط بکنم سردم بود طبس بله سرد بود از تجربه یه نوزاد توی سفرهای طبیعت گردی رو بگیم چون بکنم همه سفرهای هم همچنان میرفتین شما پشت بله من بارانا دیگه 3 ماه شد ما سفر رو شروع کردیم از کبیر متین آباد شروع شد سفرمون که بارانا انقدر استخوناش نرم بود من فقط به خودم میشستونم که فقط جابجا نشه این استخوناش ولی خب چون خودمون خیلی دوست داریم طبیعت گردی رو این بچه ها عادت کردن دیگه بارانا که اعتیاد داره میگه بریم دیگه اون عشق اومده بله دیگه اون سفر اصطلاحاً کالجنی که اولین سفرهای ما بود با گروه مایا رفتیم سفر بارانا خیلی کوچیک بود خب یه جایی تقریبا میشه گفت تا اینجا باید رفت تو آب بعد ما یه گروه شدیم تقریبا 15 نفر اگه یادت باشه بارانا رو اینجوری دست به دست از تو آب رسوندیمش به اون آخر خودمون که خب حالا میرفتیم بارانا رو همینجوری بین این 15 نفر ما دادیم رفت و آخر رسید که حالا مادرش گرفت و دوباره برگشتن به همون صورت دوباره بارانا دیگه به دنیا اومد من همیشه سا که بارانا آماده بود دیگه حسین میگفت سفر اولین چیزی که جلوی در میذارم اون سا که آماده بود مثلا میگم خواهر خودمو که میبینم توی یه محیط خونی و اینا بله. انگار اون چند ماه اول تا بچه مثلا به اون آب و گل در بیاد خیلی شرایط سخته البته من چون یه تجربه دیگه هم داشتم یعنی بچه دیگه داشتم دومایی خواستم راحت تر بود اولی هم از نوزایی تو طبیعت چیز نه یه مقدار چیزه ولی بارانا بیتا دیگه 7-8 سالگی دیگه شروع شد دیگه اول پرواز بود خیلی میرفتیم اون سمتی بعدش هم که دیگه طبیعت گرد بستگی به این داره که شروع کنم چنان سخت بگیرم آفرین هم تجربه هم سخت گرفتنه و اینکه بلد باشی چجوری هندل بکنی پدرم چقدر کمک کنه آره دقیقا من کوزت خانواده مادر دیگه دقیقا که بستر فراهم بشه واسه مادر راحت تر سفر کنه و اینکه مهمتر از همه که اعتیاد آوره یعنی یه جوری مدیتیشن میشه اصلا بدن انگار نیاز داره به اینکه بیاد و علم به روز روانشناسی همینو میگه که گهگداری واقعا گریز بزنی و از سکوت طبیعت استفاده بکنیم تو سلامت بچه میتونه تاثیرگذار باشه طبیعت خیلی گردی. خیلی یعنی اون شرایط سخت طبیعت هم دارم میگم اصلا دختر بزرگ من یه وقتایی ما خودمون حسین چون موتور سواری میکرد تو کبیر ما زودتر خودمون میرفتیم بیتا دیگه خودش یه پا آفرودر بود دیگه میریخ پایین همه چی رو میچید و آماده میکردیم حسینم که خب میرفت موتور سواری خیلی عالی خب بذار ببینم جذاب شد از بیتا خانم یه چند تا سوال بکنم ببینم به عنوان یه دختر خانومی که از نونهالی باید بگم میگه طبیعت و سفر و اینجور چیزا بوده از تجربت بگو چجوری بود این سبک زندگی بزرگ شدن اولین چیزی که باید خیلی بهش توجه کنی که نازک نارنجی نباشی کلا اینکه دیگه بیای طبیعت قور بزنی آی سر به گرم یخ زدم اینا نداره و اینکه باید سعی کنی هندل کنی هندلش کنم آره بچه معمولی بود که یه میکرد اینکه مثلا توی یه نقطه میرسی نگاه نکنی که مثلا کی رسیدی الان خوابت میاد چیه فقط سعی کنی زودتر چادره رو بزنی شرایط رو هندل کنی تا بتونی اون استراحت رو بکنی بیشتر اون همراه بودن مهمه تو طبیعت اون اعتیاد هم میخوام خودم داریم یه موقع های مامانم اینا میگن که حالا دیگه این هفته بریم یه جای دیگر رو سر بزن بریم مهمونی میگن خب پس من میرم صبح یه پیاده روی یه کوه رو ببینم برگردم بعد مثلا حالا بریم مهمونی یعنی اون عشق به طبیعت خیلی تو آرامش ها رو میگیری دیگه بیشتر
از چیز میخوام بگیم؟ از روابط زناشویی در سفر. اکثر زن و شوهرها تو همون محیط خوبی شخصیشون هم سر موضوعات مختلف هم در و بحث میکنن. خب از این زاویه سفر هم همون شکلیه؟ خب مدلش فرق داره دیگه، تو خونه فرق میکنه با نه ولی چون به عنوان کسی که خودم شاهدی و تو هزینه های زندگی میدونم دخیلی سفرهای این چنینی با توجه به اینکه تو سفرهای معمولی هم زیاد داری خود رو بیشتر راه ببین. من اصلا یه چیزی بگم، من کلن با چادر خوابیدن مشکل داشتم، یعنی من مجرد بودم اصلا امکان نداشت همچین سفری برم. حالا بماند که ما کلا خانوادگی به شکلی که همیشه پنجشنبه جمعه ها با پدر بزرگم بودیم، این طبیعت بودیم. حالا مثلا با همین سرویس رفتن توی طبیعت من آشنا بودم، با آشپزی روی آتیش آشنا بودم. حالا اینجا ما اونم گاز داریم، تفریح اصلا همچین چیزایی نبود. با این جور چی مسائل من راحت بودم کنار، ولی با خوابیدن توی طبیعت چون من خیلی آدم سرمایی هستم، همتونم میدونید، خیلی مشکل داشتم. اولین سفری که ما کمپی اومدیم با خودتون بود دالانپه، سفر خورداد بود دقیقاً، که من شب تا صبح تو چادر گریه کردم از سرما و ما هیچ تجهیزاتی نداشتیم، یه دونه چادر داشتیم با فکر کنم یه دونه پتو هم می‌کشیدیم، ولی واقعا انقدر به من خوش گذشت اون سفر که ما اصلا اون سفر ماشینمون هم ماشین آفرودی نبود، که کم کم به فکر این افتادیم که یه ماشینی بگیریم، تجهیزات بگیریم. و خب الان که ما بخاری هم داریم، باز من دیشب تا صبح اینجا لرزیدم، هم بخاری رو چه 40 50، ولی خب این لذتی که این سفر رو به آدم میده خب یه چیز دیگه. در مورد هزینه هاشم، خب هزینه های این سفر به مراتب خیلی کمتر از سفرهایی که ما میخوایم حتی هتلی بریم، حتی مهمونی خونه کسی بریم. چون من فکر میکنم آدم میخواد جایی بره، به هر حال باید چیزی بگیره، هزینه ای کنه، رستورانی بره، و تمام اون هزینه ها رو بذاریم کنار هم، شاید هزینه یه دونه رستوران برای کل این سفر بس باشه. ما خب میگم همه جور سفری زیاد هم داریم، هفته پیش سفر بودیم، این هفته سفر کمپین، هفته بعدم سفر ویلایی هست. آره ما کلا برنامه ریزیمون تکمیله. اصلا اون سفرها قابل مقایسه از هزینه هاش خیلی خوب بیشتره، هم خورد و خوراکش، هم هزینه اقامتش، و خب بازم این سفر اصلا لذتی که به آدم میده قابل مقایسه هست. ایرام در مورد یه موضوعی میخوام صحبت بکنم که خیلی از خانمهای طبیعتگرد دغدغه شونه، این که شوهراشون میرن ولخرجی میکنن لوازم طبیعتگردی میخوان. چه حس بدی؟ حس بدش بگو. خوبش نام بدش بگو. نه واقعا برای اون هزینه های اینجور سفرهای آفرودی و طبیعتگردی، خب بحث ماشین واقعا جداست. اون هزینه غالب برای ماشین در واقع صرف میشه، تا کم کم اون تجهیزات رو بخری و اینا بعد کم کم جا بیفته برات. مثلا ممکنه یه میزی بخری بعد یه سال بعد بگی نه من اینو میزو نمیخوام، یه چیز بهتر بگیرم. کم کم آشنا میشی چه صندلی بگیری، چه وسایلی بگیری. بیشتر هزینه ها اینه، وگرنه هزینه یه مثلا هر سفر دو هفته یه بار، ماهینه هم یه بار، همون هزینه یکی تو خونه انجام میدیم. یعنی اونجوری نیستش که بخواد خیلی بیشتر باشه. مثلا ما الان خودمون تقریبا تکمیلیم، اگه چیزی بیشتری بخریم اون علاقمونه که دوست داریم مثلا یه تنوعی بدیم به وسایلمون، یا حالا مثلا برای رفاه بیشتر. وگرنه از داویه چیزم بهم بگو الهام، من میدونم که تو تقریبا 4 ساله که فکر کنم، آره تقریبا 4 سال شد؟ نه از که 2 سال، از وقتی که با ما دوست شد. آره. تو این 2 سال خب تو قبلا مسلما سفرهای معمولی رو چیز کرده بودی، چقدر فرق داره طبیعتگری با معمولی؟ از هم از جهت هزینه ای، هم از جهت اون لذتی که تجربهش کردی؟ خب من خودم اولش خیلی سختم بود بیام تو طبیعت، واقعا بحث همون بچه ها که بودن سرویس بهداشتی و نمیدونم آشپزی و فلان و بیسا، بعد خودم کم کم خودم رو وقف دادم، عادت کردم، دوست الان دیگه واقعا علاقه دارم، این سبک رو دوست دارم. همین که دوستامو میبینم بیشتر این دیگه مچ شدم با بچه‌ها، و اینکه این مثلا زن و شوهر یا خانواده خودشون رو مثلا تطبیق بدن با این شرایط، مثلا کارا رو تقسیم کنن یا دیگه با هم به توافق برسن کی چه کاری کنه کی چه کاری نکنه،
دیگه مهم همینه دیگه که همه لذت ببرن از این سفر. یاسمان سوال تو یه خورده خاصه و یه خورده سخت. چرا تو مرغا رو برگذاشتی؟ تو چرا نگاه کن؟ خب یاسمان جان، به عنوان دختری که از خونه مادرش یه پسره اومد ورش داشت بردش توی یه توری که باید واسه 40-50 نفر غذا درست میکرد و پذیرایی میکرد، من میتونم اینجا بیا اشتباه کرد میخوام بگم خونه مادر کنم تک دختر خونه باشم. ای سوالی پرسیدی ما چقدر تجربه سختی بود. از مادرم تشکر میکنم. یکم اون تجربه بود. از مادرم تشکر میکنم که 24 سال نداشت من دست به سیاسی یه دفعه خب من از اول خوب طبیعت رو دوست داشتم، دوره مجرد از بودم طبیعت گردیم که یعنی کوه نوردی میکرم از 16 سالگی یعنی شروع شد و همون اوتوبوس های داغونی گیرم تجربه شروع درشتی با همون میرفتیم کوه نوردی و جمع دوستانی یعنی از 16 سالگی من مثلا استارت خورد این کوه رفتن. خب من شمالم بودم، طبیعت بود، آخر هفته همیشه اطراف حالا شهر می رفتیم. بعدش حالا دانشگاه خوردیم کم دور شدم از این داستان، ولی خب که با محمد آشنا شدم این قضیه طبیعت گردی شروع شدم. من بارم عاشق سفر بودم دیگه، اولین چیزی که همیشه بودم کاش ازدواج کنم شوهرم هم عاشق سفر باشه. بعد یاسمان یه گریزی بخوری من هم مسئله هزینه ها. یاسمان فکر کنم یه نیمه اول طبیعت گردی شو با یه گاردی که نخر بسته دیگه چقدر لازم میخری شروع کرد، الان به یه جایگاهی رسیدی که میگه محمد برو یه میز ایاربی بخر. چی داستان؟ به خاطر اینکه خب این ایاربی رو میخریم. نه جدی واقعا چی شد که دیدی که مثلا لوازم طبیعت گردی مثل لوازم زندگی واقعا چیز نیازیه؟ نه خب آخه چیز معمولی که حالا جنس های معمولی تر میگیره زودتر خراب میشه. حالا بنابراین تجربه وقتی جنس خوب میگیری اون جنس خوبه بیشتر واسط میمونه، چون استهلاکش خب بیشتره دیگه. نمیخوام اینو بهت برسی که زمانی که آدم وسایل طبیعت گردیش میشه سبکی از زندگیش میشه حکم لوازم خونه‌اش. همون شما گفتی الان ما دقیقا 9 سال وسیله خونه هم فرض نکردیم، ولی خب چون علاقمون هم بوده که بیشتر سفر بیایم طبیعت و حالا طبیعت گردی کنیم، لوازمی که باعث میشه ما تو کمپ راحت تر باشیم، خب ترجیح دادیم این سمت رو بیشتر ساپورت کنیم و بخریم حالا جنس بهتر هم راحت تری. حالا درست حالا جدیدن یک دو سال اخیر جنسای ایرانی خوب هم اومده، حالا نگن خیلی برهند بازه جنسای خوب هم اومده، ولی خب وقتی جنس خوب بخری زمان طولانی تری داریش، کم دیرتر هم خراب میشه و اینکه دیگه به ARB هم ایمان آوردم جزه برندای خوبه که تو طبیعت گردی میتونی استفاده کنی سالها. خیلی عالی، ممنون از همگی بچه‌ها واقعا همین که وقت گذاشتین.